غضب مکن، غضب مکن، غضب مکن. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مراتب این کلمه را تکرار کردند. برای آن تکرار کردند که این کلمه به دور کردن غضب و سبب های آن اهمیتی بزرگ دارد و غضب برای قلب انسان آتش و برای چشمش شراره آن است و شدت و سختی بر عصب و سرعت حرکت به سوی قصاص گرفتن و راه به سوی عملی بد است. و بسیار انسان ها هستند که به تاریکی غضب گرفتار شده قطع سیله رحم کرده آتش دشمنی را درگراندند و مسلمان عاقل و دانا به خاموش کردن آتش غضب پیش از درگرفتنش حرکت میکند. به درستی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آداب های اسلامی سبب های آمده است که یاری به آن میدهد. از جمله آنها یکم خاموش شدن، دوم به ذکر الله تعالی و پناه جستن به او از شیطان رانده شده، طوری که الله سبحانه و تعالی فرمود و اگر وسوسه از جانب شیطان به تو رسد پس از الله پناه طلب کن، به درستی که او شنوا و داناست. سوره اعراف آیه 200. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد است که مردی را دیدن که غضبناک بود، فرمودند البته من یک جمله را می دانم که اگر آن را به زبان گیرد غضبش برطرف خواهد شد. اگر اعوذ بالله من الشیطان، یعنی به الله از شیطان پناه می برم، بگوید آن احساسی که او را فرا گرفته است خواهد رفت. حدیث با روایت امام بخاری. سوم، تغییر دادن حالت خود و تاکیه کردن، که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که فرمودند هرگاه یکی از شما غضبناک شد اگر راست ایستاده است باید بنشیند، در عکس حال اگر خشم و غضب از او برطرف نشد باید با پهلوی خود دراز بکشد. چهارم، بیاد آرد که غضب انسان را به پشیمانی و عاقبت بد می برد. پنجم، بیاد آوردن پاداش پرهیزگارانی که از عاملهای غضب دوری می جویند. الله سبحانه و تعالی فرمود و آنان که از گناهان کبیره و به حیائی ها پرهیز می کنند و چون آنها به خشم آیند می آمرزند. سوره شورا آیت 37. به عبدالله ابن مبارک گفته شد برای ما حسن خلق را در یک کلمه جمع کرده بیان کنید، پس گفتم ترک کردن غضب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پهلوانی در بازوی قوی داشتن نیست، پهلوان کسی است که خود را در وقت غضب نگه داشته تواند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.